خدمت بینندگان سلام تلویزیون نگاه، از سری گفتگوهای سایت نگاه حقوقی در خدمت آقای محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی از تورنتو هستیم. ضمن سلام خدمت شما، به عنوان سوال اول، با توجه به نزدیک شدن مراسم تحلیل و سپس معرفی اعضای کابینه، در خبرها داشتیم که لیست وزرا جهت تایید یا بررسی خدمت رهبر ایران ارسال شده. این اقدام رو از لحاظ حقوقی چطور بررسی می‌کنید و در صورت صحت چه تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت؟ ببینید، به طور کلی سفارت رهبر جمهوری اسلامی در بحث انتخاب وزرا بحث جدیدی نیست. این موضوع تقریبا اولین بار در دوران آقای خاتمی پیش اومد که در مورد انتخاب آقای دولت جفاولی که مورد نظر آقای خاتمی نبود، اما به سفارش آیت الله خامنه ای آقای دوری نجفاولی شد وزیر استقلال. آقای عطالله ماجرانی هم در واقع به سفارش آیت الله خامنه ای شد وزیر ارشاد، که البته بعدا مورد فرار به ایشون واقع شد. در دولت یازدهم اتفاق افتاد. آقای متعلی نقل قولی از آقای متعلی هستش که میگه که قرار بود که آقای توفیقی بشه وزیر علوم، اما آیت الله خامنه ای قبول نکرد. ولی برگردیم به موضوع خیلی جدیدی که دیروز اتفاق افتاده در این مورد و دفتر حفظ آثار و نشر آیت الله خامنه ای بیانیه داده و در اون بیانیه گفته که اینکه آیت الله خامنه ای همه وزرا رو انتخاب کنه شایعه است. آیت الله خامنه ای فقط شش وزارتخونه رو روش اعمال نظر میکنه که اون شش وزارتخونه عبارت است از در واقع راجع به انتخاب وزرای در واقع دفاع، امور خارجه، اطلاعات، آموزش پرورش علوم و وزارت ارشاد وزیر ارشاد، که این شش تا هم در واقع تقسیم بندی کرده، گفته که ما نظر خامنه‌ای در مورد وزرای دفاع، اطلاعات، امور خارجه و اساس تکلیف قانون اساسی مردوش رهبر گذاشته و انتخاب وزیر علوم، آموزش پرورش و ارشاد هم تقصیر اطلاع خامنه ای به مانده شاهده حساسیتی که ایشون داره. چون اگر اینا سیاست های کلی نظام جلو میبرد و اگر مانده بشن خب به خود مانده آسیب است. حالا ما توجه این بیانیه، ما ببینیم که چند این بیانیه همخوانی داره با اساس داده کنون اساسی به طور واضح و مشخص از داره بحبری رو تصدیل داره. در این حسی اشاره دیگه شده که رهبر میتونه وزرا رو انتخاب بکنه و یا اعمال نظر در مورد وزرا داشته باشه، بلکه بر اساس اصل 33 قانون اساسی و اصل 87 قانون اساسی این دولت هست که باید وزرا رو انتخاب بکنه و به مجلس معرفی بکنه و مجلس هم باید رأی اعتماد بده به این وزرا. البته رأی اعتماد هم نده و باید در واقع گزینه‌هایی که رأی اعتماد نیاوردن رو گزینه‌های دیگه رو به جمهور معرفی کنه به مجلس. بنابراین نتیجه گرفته میشه که اعمال نظر رهبر هیچ گونه تأثیری در قانون اساسی نداره، یعنی انتخاب وزرا از جمله این شیش وزارتخونه که توی بیانی آمده به هیچ عنوان در اختیار رهبری نیست، در اصل 100 هم تصدیل نشده. و همچنین طبق قانون اساسی دولت هم موظف نیست تایید رهبری رو بگیره در این موضوع، یعنی هیچ قانونی ما نداریم که دولت الزام داشته باشه که وزرای پیشنهادی خودش رو به تعیین رهبری برسونه. اما اگر رهبر دخالت بکنه در این موضوع ما نظر بکنه و وزرا رو انتخاب بکنه، چه حالتی پیش میاد؟ موضوع این هستی که قانون اساسی نقض میشه، یعنی اینکه اولا دولت فشار قرار میده که وزرای مورد نظر رهبری رو قبول بکنه، وزرایی که همسو نیستن با دولت، مثلا آقای جفاولی همسو نبود با آقای خاتمی، یا مثلا وزرای دیگه که در دولت آقای روحانی بودن در کابینه یازدهم و خیلی هم
در مورد مجلس هست. ببینید مجلس هست که اصل 87 باید رأی بررسی بکنه وزارت پیشنهادی و در واقع رأی اعتماد به وزرا و کابینه تشکیل میشه. محدودیت دولت فقط در مورد مجلس هست و مجلس اگر رهبری در این مورد دخالت کنه اینجوری شأن مجلسی که سوال میره و نمایندگان دیگه نمیتونن اون امکان آزادی هم و امکان اظهار نظر داشته باشن و محدود میشن. وقتی نمایندگان اظهار نظر محدود بشن به قانون اساسی نقض شده، کما اینکه آقای مطهری هم همین رو گفته، گفته اینکه آقای روحانی به بله وزرا از پیش تعیین رهبری بگیره امکان اظهار نظر مجلس رو محدود میکنه. آقای حیدری هم عضو فراکسیون امید هم همین رو گفته و گفته اگر مخالف وضعیت قانونیمون رأی مخالف بدیم به یک وزیری در برابر تعیین رهبری موقع چه توجیهی خواهد داشت. من فقط در خاتمه بزنم به دست بگم که تنها چیزی که میتونه توجیه داشته باشه اون توجیه داشته باشه تفسیر داشته باشه نه بحث قانونی مطرح باشه در مورد بحث مشورت با رهبر در مورد وزیر دفاع هست، چون رهبر به اصل 110 در مورد فرمانده کل قوا فرمانده کل نیروهای مسلح هستش. ولی وقتی کسی فرمانده نیروی مسلح هست باید وزیر دفاع که راستای این در واقع امر قرار داره باید این هماهنگی بین وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح باشه. بنابراین این قابل توجه هستش که در این مورد این وزیر مشورت باشه با رهبری، اون نه اینکه در این تحت فشار قرار به دولت رو یا اعمال نفوذ بکنه یا دخالت بکنه، فقط در حد مشورت. اونم بهتر اینه اگر دولت این کار رو نکنه مشکل قانونی وجود نداره. اما اینکه آیت الله خمینی طبق اساس 110 از نظر سیاست های کل نظام رو همینش بوده داره و نظارت های دلیل بر این نمیشه که بخواد در بحث بزارت امور خارجه انتخاب وزیر کار در مورد سیاست خارجی و در مورد سیاست های داخلی مثلا انتخاب وزاریه بخواد در واقع این تحقیق بکنه به دولت رو تحت فشار قرار بده و اصولا مثلا چه تحقیق وجود داره برای اینکه بخواد رهبری با نظر بکنه در مورد مثلا وزیر آموزش پرورش یا وزیر علوم یا وزیر ارشاد هیچ کدوم در حتی به لحاظ هماهنگی هم خیلی ارتباطی نخواهد و دولت اظام در این مورد هم در مورد نمایندگان هم این برحال بحث ها و صحبت ها انجام شده بایدنی نمایندگان با دولت و حالا با آقای روحانی با واسطه و بدون واسطه یک جور سهم‌خواهی فراکسیون های مختلف این رو هم بر ارزیابی میکنید ببینید مطابق اصل 33 قانون اساسی دولت موظف است شورای تشکیل کابینه وزرا رو انتخاب بکنه و پیشنهاد بکنه به مجلس بلد رأی ما که اصل 87 87 قانون اساسی هم مجلس باید وزرا رو در واقع بررسی بکنه و وضعیتشون برمایشون بخواد و طبق آیین‌های داخل مجلس شرایط وزرا رو بررسی بکنه و طبق اصل 87 وظیفه مجلس هستش که بحث رأی اعتماد رو برای وزرا انجام بده و به وزرا رأی اعتماد بده. بعد از رأی اعتماد در واقع کابینه تشکیل میشه، اگر رأی اعتماد نداد رئیس جمهور موظف گزینه‌های دیگه ای رو در واقع معرفی بکنه به مجلس. اما در اصل سیاست ایران زد و بندهای پشت پرده و معاملات پنهانی و غیرقانونی اینجا در انتخاب وزرا عملا پیش میاد، یعنی که مجلس میاد میگه که پیغام برسان میده به رئیس جمهور میگه اگه میخوای مثلا وزرا در اعتماد بیارن یا مثلا وزرا مورد نظر در اعتماد بیارن باید وزیری هم که ما معرفی میکنیم پیشنهاد میدیم در واقع اونم انتخاب بکنیم برای رضای جزء کابینه. این مسئله در دولت 11 پیش میاد. آقای مطهری هم اینو در واقع توضیح داد و گفتش که در دولت 11 یک مسئله ناخوشایند پیش آمد و این بود که مجلس به آقای روحانی پیغام داد که فلان وزیر رو انتخاب کن تا ما به سه وزیر مورد نظر رأی اعتماد بدیم. بنابراین البته در این دوره هم مجلس تایید میدونه معاملات پنهانی پیش بیاد، اما در اصل سیاست ایران یه نوع گروکشی
در بعض مجالس از اون مجلس قبل استفاده میکنن و نگاه به وزیر یا وزرای رو به رئیس جمهور تحمیل بکنن. حالا با عنایت به این دو سوال قبلی، یعنی ارسال اون لیست به دفتر رهبری و رایزنی نمایندگان که در حال دو تأثیر گذار هستند به صورت مستقیم در انتخاب اعضای کابینه، آیا نهاد دیگری هم شما امکانی حالا در امر انتخابات وزرا رو داره؟ ببینید جدا بحث حالا دخال اعضای رهبر که در قانون پیش نشده برای انتخاب وزرا یا گروکشی هایی که مجلس هم انجام میده، تنها در واقع دخالت قانونی یک نهاد خارج از دولت میتونه برای انتخاب وزیر انجام بده قوه قضاییه هستش، اونم طبق اصل 160 قانون اساسی که میگه که وزیر دادگستری از میانه کسانی انتخاب می شود که قوه قضاییه به دولت به رئیس جمهور معرفی کنند. بنابراین عملا رئیس جمهور مجبور هستش که کسی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کنه که از طرف قوه قضاییه معرفی شده باشه. بنابراین قوه قضاییه می تونه رئیس جمهور رو اجبار به انتخاب وزیری بکنه که حتی ناهمسو باشه با دولت و در جهت سیاست های کلی دولت حرکت بکنه، اما رئیس جمهور مجبور هستش که این کار کنه. بنابراین سرشت قانون اساسی تنها قوه قضاییه هستش که قانونا میتونه یک وزیری رو تحمیل بکنه به رئیس جمهور. در اصل موارد هیچ نهاد و هیچ شخصیتی نمیتونه وزیری رو به رئیس جمهور برای تحمیل بکنه و دولت رو تحت فشار قرار بده برای انتخاب وزیری. محمد اوریایی فرد وکیل دادگستری برای پیشگاه عمومی از تورنتو با ما بودن، سپاسگزارم از شما.